در گروه های خانوادگی چه میگذره. توی ویدیو قراره چند پست خفن و خنده‌دار از گروه های خانوادگی ببینید. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم بریم یه حکایت براتون بگم. روزی زنی میره دادگاه شکایت میکنه که شوهرم منو نمیکنه. قاضی علت رو از شوهرش جویا میشه. شوهرش میگه من صبح ساعت 6 میرم سر کار، شب ساعت 12 میام خونه. آقای قاضی شما جای ایر من میتونی بلند شی؟ توی گروه خانوادگی نگاه کنین چی؟ گذاشتن کولر گروه نصب شد، گوشت نظری براتون آوردم. منطقی با عقل در بیاد خفه شده که یه گروه خانوادگی دیگه ببینیم چی نمیشه. اینم پسر ما داره میره واکسن کرونا بزنه، التماس دعا از همه گه. من به عکسش توجه نکردم، اصلا عکسش رفته بود بالا. جر خوردم، من گفتم بعد کیو میخوام ببینم، یه نره قول داره از در خونه میره بیرون. این طرفی که اسکرین گرفته نوشته داره میره واکسن بزنه، قرآن بالا سرش گرفتی. یکی دیگه هم اونجا نوشته انشالله صاحب اسمش نگهدارشون باشه، انگار میخواد بره بیه جنگه. این ویدیوه، بریم ببینیم این ویدیوه چیه. سلام، در متروی تهران به کرج یه آزمایش خیلی ساده انجام میشه و در اون یک نتیجه خیلی عجیبی دیده میشه که در ادامه خواهید دید. در این به اصطلاح مترو بلوتوث رو روشن میکنیم و بعد وقتی بلوتوث روشن میشه دستگاه های موجود داره پیدا میشه، داره لود میشه که ببینیم چه دستگاه های بلوتوثش روشنه و در این ناباوری ما میبینیم که کلی مک آدرس پیدا میشه که فقط کنار یکی از اونها موبایل علامت موبایل نشون میده، موبایل فقط علامت بلوتوثه و سوال اینه که ارتباط این همه مک آدرس با واکسن زده ها در چیه؟ الان بعضی باور میکنه میگن نه منطقیه، منطقیه کی بودی باید مسئله نکن. اونایی که واکسن زدن چیپ حتما داخل بدنشون رفته. چرا اون وقت بلوتوثشو تو مترو روشن کرده؟ میگه این همه بلوتوث اومده به خاطر همین واکسن هاست، واکسن زدین شما بلوتوثی شدین. دقیقا به من فربود حرف بزن. فربود نجاتت دادم. You save me. دیدی نجاتت دادم. اینا چیه؟ گروه های خانوادگی می با هم ببینیم. اوکی. گربه ای که نماز میخونه توی خونه دوربین به دار بسته گذاشته شده. صاحب گربه رفته مسافرت، بعد اینکه از مسافرت برگشته دوربین رو چک کرد، سبحان الله چه دید، فقط ببینید چه زیباست. گربه نماز میخونه. گربه ملازاده بوده احتمالا. خبر فوری توی گروه خانواده. اخبار بی سی اعلام کرد ساعت 12 شب طوفان مغناطیسی در پیش است. بی سی چه معتبر. موبایل همراه خود رو در دست خود نگه ندارید، در این ساعت امکان مرگ وجود داره. امشب از ساعت 12 بودیم تا ساعت 3:30 صبح امواج الکترومغناطیسی خطرناکی حاصل از طوفان خورشیدی از کنار زمین رد میشه. منطقی. پس بنابراین گوشی های همراه خود را خاموش کنید، حتی گوشی خود را نزدیک بدن خود نذارید که ممکن است به شما صدمه بزند. این خبر در گوگل، ناسا و بی بی سی نیوز هم گفته شده. ناسا، بی بی سی نیوز و اخبار بی سی. لطفاً این پیام رو با کسایی که سلامتیش برات اهمیت داره بفرستید. که این ناسترین شرار می نویسن تو گروه خانوادگی، مطمئنم یکی هستش میخواد میزان عقل فامیلاشو بسنجه. یعنی یه فرد عاقل میاد ایسکا میکنه اماش و خالاش و متنو میذاره تو گروه، بعد اما خالاشون هم باور میکنن این متنو به اشتراک بزن تو گروه های دیگه، دوباره اما خاله های اون طرف میره این متنو بر میداره به اشتراک بذاره تو گروه خودش، دوباره اما خاله های اون بابا بشه آروم باش، همینجوری میچرخه. I love bitches. کوک کردن یه چیزی تو کونت که هر چند دقیقه یه بار باید این کلمه رو تکرار کنی. BTS forever. این شاهکار جدید از محمد امین
شفیعی رتبه 2 دانشگاه صنعتی شریف هست. اینو به 3 تا گروه بفرست، کوشید 100% شارژ بشه. محمد امین شفیعی دهن تو سرویس. حالا بریم جستجو کنیم تو لیست دانشگاه صنعتی شریف، ببینیم محمد امین شفیعی یکی از ساقی های دانشگاه صنعتی شریف بود. پایینش هم نمیشه، منم باورم نمیشه، ولی کوشیم شارژ شد. اینا نگاه، اگه شماره 4 تا 7، 3 تا 8، 3 تا 9 بهتون زنیده، اصلا به هیچ وجه گوشی رو بر نداره، گوشیتو منفجر میشه عین بمب. به همه خبر بده، به تمام جهان داره زنگ میزنه، جواب نده. چی میشه گفت؟ فقط باید بریم ببینیم بخندیم. اوه بچه این یه وایسه، بریم ببینیم وایسه چی شد. بگم پشتم چیزی پرده تو گلو. کسافت با فیول، فرمان داره میگیره فکر کنم تو فیول با فیول کسافت دست در نکنه BTS forever. خوب شدی چی کار کردی؟ چی خوردی؟ آب دهنم پرید تو گلو. آب دهنت پرید تو گلو؟ آخه خارکست کی میمیری فرباد؟ خب بریم بچه های ویسه رو ببینیم. یه توضیحی هم بدم، زنه تو گروه خانواده یه شوهرش بهش گفتن تو پشت سر ما حرف زدی، اینم جواب داده تو گروه. ببینیم بزن قربونت دارم شبه بخار، کدوم جنده ای کی سالم رفته و کشه همچه حرفی زده؟ تام چیری تو بوتش کنم که از این سرش میکنم تا از سر گردنش بیاد بیرون. من 100 بار بهتون گفتم من هیچ موقع حرفی نمیزنم، تو هر جمعی میام حرفی نمیزنم، هر کم گفته به کسی برابی جنده خودش و دخترش ایرا تبارش خندیده است. هر جنده ای حرف زده من اینجا مونم اونجا، زنگ میزنی تو من بیام رو برو کنم. دوباره من یه بار اومدم تو شما و رفتم اول حرف و نخ شد، برای همینم هم قیدتون رو میزنم نمیرم بیام. بکشین از من حضرت عباسی بیرون، من اصلا اصلا به حسر حرف و نخ ندارم دیگه. بدترش کردی که لعنتی. اولش دیگه کنی چجوری شروع کرد؟ بزن قربونت دارم شبه دخار، کدوم جنده ای کیر تو کالم رفته و کسش همچه حرفی زده؟ عزم قربونت دارم شبت بخیر، اینجوری شروع کرد. بعدش دیگه خوش خارباده رو به همشون کشید. واکنشش من یاد اون پیرمرد چرخیاتیه، همین چرخا بگنم تو جونش کسک. فرباد جان دیگه برو اون بر. بچه فرباد من میارم بغلا، من بیشتر به خاطر شما هاست. لوینگنگی بعضیشون میگن که فربادو بیار کنار خودت، گناه داره یکم نازش کن، احساس تنهایی نکنه، به خاطر همینه. و اینه من علاقه ای ندارم که بخوام یه گوسفند رو بغل کنم، اونم گوسفند BTS. ببینید ما الان سال 1401 هستیم درست؟ و اروپا 2022. ما 1401 سال وقت داشتیم برای درست کردن کشور و اونا 2022. میدونم بخواد چی بشه. اونا هیچی توی سال 1401 نداشتن، حتی ماشین و غیره، زندگی سگی داشتن. پس ما به زمانه خودمون خیلی پیش رفته. منطق رو میبینین خوده ای؟ منطق گروه خانوادگی رو میبینین؟ نظرت چیه کچن؟ ما خیلی وضعمون خرابه واقعا. یکی دیگه اینجا رو نگه، این اسید رو نگه. سبحان الله، این خروس هر روز صبح کنار این جوان با ایمان نماز میخونه. چه باحال این گروه های خانوادگی. من گروه های خانوادگی داشتم، حالا حیف که لفت دادم ازش. یه سوژه هایی میدیدم، یعنی کاش، میگم کاش الان همچنان تو اون گروه ها بودم، اون پستاشون رو واسهتون میذاشتم. چیزی یادم اومد میگم بهتون. بچه اگه شما هم سوژه ای دارین از گروه های خانوادگیتون، به این آیدی تلگرام ارسال کنین. این آیدی ادمین تلگرام همه که سوژه ها رو نگاه میکنه و بعضی سوژه های خفن رو برام ارسال میکنه. برج میلاد بعد از 2 روز که به دلیل طوفان شدید در تهران پایین آورده شده بود، امروز مجددن برافراشته شد. من تا کنون نمیدونستم این چنین برج ها قابلیت استتار و مقابله با حوادث طبیعی و غیره را دارند. باید برای پدید آوردگان این تکنولوژی کله خود را با احترام سر برد. فیلمشو ببینید بچه، فیلمشو نگاه کنید.
یعنی یه درصد احتمال نمیدن که این ادیت شده باشه. همچین چیزی مگه با عقل جور در میاد؟ برج میلاد قابلیت استتار داره، برج خلیفه هم همچین قابلیتی رو نداره. بعد حالا میان میگن چرا از گروه های خانوادگی لف میدین. یکی تو گروه خانوادگی نوشته خاله، یه خاله نمیدونم بله، خدا چشم و دل آدم حسود رو بسوزون ان شاء الله. دوباره یه خاله دیگه گفت ان شاء الله، یه خاله دیگه گفت ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، همشون گفتن ان شاء الله. اینو دیگه آقا اینو گذاشتن تو گروه خانوادگی، گفتن که تصویری عجیب از مردی که بر اثر یک بیماری نادر یکی از پاهایش به شکل هویج تبدیل شده. همینو بفرستیم برای گروه خانوادگی. یکی به احتمال 70% میان یکی واقعیه. البته الان یه خورده بهتر شده گروه های خانوادگی، به یه چیزی شک کنن میگن فوتوشاپه. همین از این دو چیز خارج نیست، یا میگن فوتوشاپه یا میگن که واقعیه. این آقا نابینا بوده، بعد آلزایمر میگیره و یادش میره نابیناست و بینا میشه. این معجزه خداست. اگه بخوای نصیبت بشه صفحات الله کامنت کن بده. معجزه خداست اگه بخوای نصیبت بشه. لعنتی خزیدم. الله اکبر. آقا یه چیزی من بگم، این عکسو یکیتون که حوصله داره بره یه خبر الکی تو گروه خانوادگی پخش کنه، بزنه مثلا پرچم ژاپن از الان به بعد به خاطر درگذشت نخست وزیر سابق این کشور این شکلی میشه. ببینیم واکنشاشون چیه. شوهر عمه ها، واکنش های شوهر عمه ها فقط. واکنش شوهر عمه ها صبح اول زود تو گروه خانوادگی: کاش مثل آب باشیم، ساده و زلال و بیریا باشیم، از ضمیر من و تو بیزارم، کاش ما همیشه ما باشیم. منطقی هست یا نه؟ این زوج برای 6 ماه با همدیگه باشگاه رفتن، اینو گذاشتن تو گروه خانوادگی. این مرده چیکار میکرده دقیقا اینجا؟ چاخترم شده انگار. میرفته انگار پشت در باشگاه زنه منتظرش میمونده که برگرد. منطقیش اینجوریه: قوانین پوشش در چند دانشگاه مختلف، لباسی که اندامها رو نشان ندهد، رنگ نکردن مو، آرایش نکردن، استفاده آقایان از کت شلوار تیره، پیراهن سفید و جوراب، نداشتن ریش بزی. به نظرتون این قوانین برای کدوم دانشگاه؟ تهران، امیرکبیر، امام صادق، الزهرا؟ این قوانین مربوط به دو دانشگاه گرینویل آمریکای شمالی و دانشگاه آکسفورد انگلیس هست. هشتگ حجاب. چرا ربطی داشت؟ اونو خیلی چیزای دیگه شونم درسته ها. بذاریم من باید سرچ کنم، من باید سرچ کنم، باورم نمیشه. نگاه کنیم، من رفتم الان سرچ زدم، تیپاشون تو این سبکاست. حالا تمشون شاید اونجوری باشه، ولی طرف حتی نمیره سرچ بزنه، همجوری یه چیزی رو شیر میکنم واسه خودشون میره. بچه ها یه محتوای مناسب دیگه گیر آوردم برای استفاده داخل گروه های خانوادگی واتساپ، میتونین ازش استفاده کنید. این دلار رو بفرستین تو گروه خانوادگی، بنویسین اگه فندک رو بگیرین روی خط آبی اسکناس دلار، فندک خاموش میشه، چون اون خط از آب ساخته شده و آتیش رو خاموش میکنه. اینو یه جایی دیدم، گفتم به شما هم بگم، شوهر عمه ها ممکنه تستش کنن. بچه ها مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، سابسکرایب، زنگوله فراموش نشه، کامنت هم اگه دوست داشتید بذارید. اگه این کار رو نکردیم به توفان مسعودم نمیگم. فعلا پیس.